درود بسیار به شما یاران ایران فردا، یاران، همراهان، دوستان، عزیزان، بینندگان، آنهایی که در دل من و همکارانم جای والایی دارید. بذارید دست براتون بگم. یکی از همکاران قدیم و ندیمم که خیلی دوستش دارم در تفریش بود، تلفن زدم بهش، باد و طوفان حسابی هم اونجا میمد، شنیدن صداش دوباره یه دفعه 37 سال دیوار رو از میان برداشت و وقتی به من گفت که برنامه‌تون رو میبینم و دوست دارم، چقدر برام دلپذیر بود، چون نظرش خیلی برای من با ارزش. و دوستان دیگر، کسایی که به من میگه، جمشید چالنگی میگفت رفتم امریکا در یه رستوران و با احمد بهالوی عزیزم، گفت رفتیم اونجا و دو خانوار ایرانی بودن، فرزندان در امریکا از ایران اومده بودن و چقدر اظهار لطف کردن. و من خودم در سفرهام میبینم، در فرودگاه، در جا شهرها، و این همه لطف که نصیب ما میشه، روز به روز آدم رو به کاری که داره پایبندتر میکنه. خدا رو شکر که این بخت رو به ما داد در خدمت شما باشیم. تغییرات رو دارید به مرور میبینید در ایران فردا و امیدوارم که مورد توجه شما باشه. وارد سومین سالمون داریم، چهارمین سال در واقع، 3 سالمون تموم میشه و در این مورد خب برنامه جدیدی هم همراه خواهد بود و امیدوارم که واقعا بتونم به اتفاق این همکاران نازنین و عزیزی که سر تا با محبت و ایثار هستن، بتونیم آنچه را شما دوست دارید در اختیارتون بگذاریم. سال روز انقلاب خواهد بود، دهه فجر، طبیعتا ما برنامه ویژه خواهیم داشت، پشتبندش انتخابات، نوروز، روزهای داغ و در این حال ان شاء الله خوبی با هم خواهیم داشت. بریم به صدای شما گوش بدیم. الانم که میبینید در برنامه ها هر روز صداهای شما پخش میشه، یعنی فقط منتظر یک شنبه و تکرارش نمیشینیم، در طول هفته هم صداهای شما پخش میشه. هفته پیش گفته بودم از هفته آینده یکی از همکارام خواهد اومد و گفتم آقای چالنگی، متاسفانه ایشون امروز نمیتونست، موکولش میکنیم به هفته های بعد. و البته آقای محمد صفریان رو گفتم هفته آینده باشن و بعد همینطوری همکاران دیگرم هم خواهند اومد. صحبتی راجع به صفریان، برنامه چمتا، برنامه دیگرش که خیلی از شما دوست دارید، چارسو، مطالبی دارید میتونید در هفته آینده تو پیامگیر ما پیامتون بگذارید و ایشون بهش پاسخ خواهد. نخستین پیام رو میشنه. سلام، وقت شما بخیر جناب آقای نوری‌زاده. من یکی از بیننده‌هایی هستم که برنامه شما رو سالها دنبال کردم، چه در یوتیوب از اون دفتر خودتون و چه در تلویزیون مختلف که برنامه داشتیم و همواره شما رو به عنوان یک روزنامه نگاری که به هر حال اگر جایی کار کردین و بعد از اونجا هم رفتین، همیشه از همکاران خودتون، حتی از دشمنای خودتون، خیلی روزنامه‌دار با اخلاقی هستیم و همیشه با فروتنی و متواضعانه یاد کردین از همکاران سابق خودشون. یک برنامه که به اصطلاح خیلی پربیننده هستش و سالهای سال از طریق تلویزیون دیگه روی آنتن میرفت، بعد شما در تلویزیون خودتون رو دنبال کردین، برنامه تفسیر خبر بود، خصوصا جمعه ها که به حضور شما و جناب دکتر سازگار این برنامه جایگاهی پیدا کرده بود و پیدا کرده در واقع، و خودتون بهتر میدونید که سالهای سال در اون تلویزیون قبلی چقدر بیننده داشت و همینطور در این تلویزیون. حالا به هر دلیلی من نمیدونم، فکر میکنم حق بیننده ها بود که بعد از این سالها هم دوستی شما با جناب آقای سازگار، حالا دوستان ممکنه اختلاف های عقیدتی داشته باشن، اون جمعه، نه جمعه قبلش که جلسه اول بود که آقای شریعت مداری اومدن، ایشون یاد کردن و جای خالی آقای سازگارا رو ازش یاد کردن. اما متوقع داشتیم از شما که سالها این برنامه تفسیر خبر اجرا کردین،
حداقل میتونستیم یا اگر امکان داره بگیم که دلیلش چی بوده، حالا دلیلش هم اگر نمیخوان بگیم بگیم، حالا به هر حال تا موقعی که شرایط فراهم میشه این احترام به بیننده ها هستش که چرا آقای سازگاران نیومد، و همینطور از آقای چالنگی هم همینطور این توقع بود. فراموش نمی کنیم که آقای سازگارا، اینو آقای چالنگی خودشون خوب یادشونه، که گفتن توی VOA که بیننده های میلیونی هم داره، خیلی هم دوست دارن برن اونجا صحبت بکنن، ولی ایشون حاضر نشد اون برنامه تفسیر خبر رو در VOA ادامه بده و گفت تا خالق برنامه تفسیر خبر در VOA برنامه اجرا نکنه من نمیام برنامه اجرا کنم. این سخن آقای سازگارا بود در وفاداری به آقای جمشید چالنگی و در واقع احترام به خودش و برنامه تفسیر خبر. اما اون روز نه شما نه اون جمعه قبل، نه شما نه جناب آقای چالنگی هیچ یادی از آقای سازگاران نکردیم و یه علامت سوال برای ما هستش. خوشحال میشم در این رابطه اگر توضیح بفرمایید. شما که همواره به عنوان یک روزنامه‌نگار با اخلاق شهره هستید. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی. ممنونم دوست عزیزم. شما پس نشنیدی متاسفانه توضیح من رو و توضیح خود آقای چالنگی رو. اون روز چون هنوز معلوم نبود که ما نباید توضیح میدادیم، چون معلوم نبود که آقای سازگارا هفته بعدش نمیاد. دکتر سازگارا یه مقدار کارهایی قبول کرده، پژوهش‌ها و تحقیقاتی داره. آقای سازگارا اگر مشکلی داشت که تو برنامه علیرضا میبودی نبود. دکتر سازگارا دوست عزیز من و آقای چالنگی. اینی که شما راجع به سازگارا گفتید در صدای آمریکا، یادتون باشه یه روزی هم جمشید چالنگی زیر فشار شدید بود که آقای دکتر سازگارا تو برنامه‌اش نباشه از جانب مدیران همون تلویزیون، و جمشید ایستاد و گفت من نه، من با علیرضا و محسن برنامه رو با هم اجرا میکنم. در حال این تعهد و التزامات متقابل دوستی هست. ممکن آدم سلیقه سیاسیش با هم جور نباشه، انسانی هر کدوم نظری داره، اما احترام به هم، دوستی و رشته الفتمون هیچ وقت پاره نمیشه. منم توضیح دادم، خود آقای دکتر سازگارم اتفاقا خودش توضیح داده که به علت گرفتاریاش، درگیریش، برنامه های متعددی که داره نمیتونه سر موقع همیشه جمعه ها حاضر باشه و به همین دلیل فلکسیبلش کردیم، و منم اشاره کردم در برنامه خود منم ایشون خواهد بود. محسن دوست عزیز ماست، از روز اولی که این تلویزیون اومد با ما بود و هنوزم هست، بنابراین حضور یا غیبتش در یک برنامه یا از یک برنامه به منزله این نیست که ما با هم اختلاف داریم یا جدا شدیم. نه، ما رشته الفتمون خیلی محکمتر از این هست دوست من. ممنونم اشاره به اخلاقیات کردی و یاد کردن. خیلی طبیعی است. من انسانهایی که تو زندگیم به من چیزی آموختن من از یاد نمیبرم. و واقعا همون حرفی که به حضرت علی منصوبه، کسی که به من عبارتی آموخت منو بنده خود کرد. من چگونه شادروان سناتور عباس مسعودی یادم بره، یا فرادخان مسعودی، چگونه غلام حسین صالحیار، علی باستانی نازنینم که عمرش دراز باد، اینا رو چجوری آدمه، عباس پهلوان عزیز، چگونه من اینا رو فراموش کنم؟ اینا در دل و دیده من هستن. تقی مختار در یه دورانی از جوانی من با تقی مختار بودیم، من همیشه یادم، دکتر عنایت نازنی، جمشید ارجمند عزیزم، اینا همه در یاد و دل من ریشه دارن. بیننده بعدی. سلام، سینا هستم، صادق پور از آلمان مزاحمتون میشم. بارها براتون ایمیل نوشتم و خوشحال میشم جوابی ازتون بگیرم. قرض از مزاحمتم این است که موسیقی از آقای روح الله خالقی رو تنظیم کردم، آهنگ ای ایران رو، برای یک کوارتت ذهی برای چهار ساز، و خوشحال میشم که از تلویزیون شما پخش بشه. ایمیل من هست سینا عزیز، من به ایمیل شما جواب دادم و خواهش کردم آهنگو برای من بفرستید. با کمال میل و عشق اون بزرگ روح الله خالقی و آهنگش رو با ارنجمان و
بازسازی شما پخش خواهیم کرد. خیلی هم خوشحال خواهم شد. ممنون ازت که لطف کردی ولی من به ایمیل شما پاسخ دادم. بیننده بعدی. آقای نوریزاده، ما شما رو خیلی دوست داریم. ما ارامنه دوزی از اقوام ایران هستیم. متاسفانه تا امروز حتی یک بار یک آهنگ ارمنی شما یا ترانه پخش نکردید از تلویزیون شما. خیلی خوشحال میشیم که یک بارم ترانه ارمنی گوش بدیم. شما هر هفته حداقل سه بار چهار بار عربی و یا ترکی، ولی هیچ بار تا امروز من نشنیدم که ارمنی پخش کرده باشه. شما خیلی لطف میکنید، خیلی ممنون. واقعا شما رو خیلی دوست دارید. لطف دارید دوست ارمنی من. اتفاقا پخش کردیم ساقیقنه، بعد از ویگن و از اندی پخش کردیم، از یروان هم پخش کردیم، رقص و آواز و غیره. حالا اون روز شما ندیدین، چشم، وظیفه بند است، باید این کارو بکنیم. یک کلمه بلدم، یس که سیرومم، درسته؟ و منم این احساس رو نسبت به شما دارم. خیلی ممنونم عزیزم. هموطن بعدی، از صدای شما هم که جواب ما رو میدید خیلی خیلی خوشم میاد. فقط میخواستم با آقای نوریزاده بگم که همون با امروز با آهنگ بسیار قشنگ عربی که گذاشتن بیدار شدم و ازشون خیلی ممنونم. همینطور شکیلا رو که گذاشتن، من از این بعد بهشون میگم پدر بزرگ، چون دیگه پدر بزرگم. منم وقتی نوام بهم میگه مادر بزرگ خیلی خوشحال میشم. هنوزم از آقای سازگارا به شدت به اندازه مریم خانوم و آقای رجبی متنفرم. از وقتی که اصلا میبینمشون چند بشنش، کاش هیچ وقت اینا رو نداشتیم، همون ایران قشنگ خودمونه داشتیم. خیلی وقت بود با تون حرف نزده بودم، ولی امروز با این آهنگ وقتی بیدار شدم انقدر خوش آفرم که گریه کردم. سپاسگزارم. من سلامت، من یادتون خدا. درود بر شما بانوی هموطن من. اما اون بی لطفی رو نسبت به آقای دکتر سازگارا، انصاف نیست. آقای دکتر سازگارم یه جوانی بوده مثل هزاران هزار جوان ایرانی دیگه، امیدها و آرزوهایی داشته. امروز ببینید کجا ایستاده. در حال امیدوارم شما که پر از مهر هستید با یک آهنگ اشکتون در میاد، در مورد دکتر سازگارم با مهر به او نگاه کنید. هموطن بعدی، صدای منو قطع کردید. خدمت شما عرض کردم که من میخواستم محرمانه با آقای نوریزاده صحبت بکنم. گفتم به شما که یک بسیجی بودم، من از کار اخراج کردم، 30 سال زحمت کشیدم، رازننده بودم. مادر من مادر شهید بود، سرطان داشت، نزدیک 200 میلیون هزینه کردیم، یک ریالش دولت به من نداد، بنویشه به من نداد. به خاطر اینکه من به مدیر کل میگفتم شما دوز دستین، اطرافیانتون دوز دستین، نامه نوشته بودم به تهران چندین جا. دیگه نمیشه با آقای نوریزاده اطلاع دارم. میخواستم بشه اگر امکان داشته باشه با آقای نوریزاده یک طوری محرمانه من باش صحبت میکنم. برنامه شما خیلی پربیننده است، خیلی هم طرفدار داره در مازندران، گلستان، همه جا برنامه داره. من دیشب هم صحبت کردم، پریشب هم صحبت کردم، ولی صحبت منو پخش نکردید. اگر برای شما مقدوره، من به هر وضعی با آقای نوریزاده تا حد 2 دقیقه هم هست باید صحبت کنم. دست صورت آقای نوریزاده رو میبوسم. من سلام گرم براش ابلاغ میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. دوست من، ممنونم ازت، ولی شماره تلفن تو نذاشتی عزیزم. یه دوستی به من زنگ زد از شمال انگلیس که آقا من اینجا منچستر یا اسکاتلند نمیدونم، یکی از این شهرها، چرا به من زنگ نمیزنی؟ خب قربونه برم، شماره شما تو این پیامگیر نمیفته. این پیامگیر 24 ساعته روشن، شما پیاماتون رو میگذاری. ما که نمیدونیم کیه که تلفن زد. اونایی که به من شمارشون رو گذاشتن بهشون من جواب دادم. باز به هموطن دیگرم در کرج میگم، اون چهره هنرمند، شماره شما رو 2 بار گرفتم، هنوز نتونستم باهاتون صحبت کنم، ولی I keep trying، همینجوری سعی خواهم کرد. هموطن بعدی، با سلام خدمت آقای سفریان. دیروز که شنبه باشه
در برنامه چهره به جای قسمت 20 این تکرار برنامه گذشته باز دو مرتبه چمتا پخش شد. امروز که یه شنبه باشه در تکرار این برنامه باز هم چمتا پخش شد. بخواستم خواهش کنم حتما قسمت 20 در یه فاصله در یه فرصتی یا در روز دیگری برای ما پخش کنین. خیلی متشکریم، بسیار برنامه جالب و دیدنی است، دست همتون درد نکنه. خداحافظ. آقای سفریان انشاءالله هفته بعد به شما جواب میده، چون امروز نیست و منم نمیدونم، این الان جدول برنامه ها جلوم نیست که بدونم، ولی قاعدتا خیلی منضبطن در اینجور موارد. حتی اگه برنامه بخواد تکرار بشه به من خبر میدن، همه چی رو من میدونم. ممنونم ازت، انشاءالله آقای سفریان میاد راحت، هفته دیگه میتونی براش پیام بگذاری. هموطن بعدی من. سلام آقای نوری‌زاده، چند سوال از شما داشتم، خواستم اگر ممکنه جواب بدید. شما در قصه گذشته من به یک قسمتی از برنامه دیم گوش دادم، دیدم از جمال عبدالناصر خیلی تمجید کردید. اگر من یادم باشه، من دو سال از شما بزرگترم، یادم میاد که اول کسی که خلیج فارس را گفت خلیج عربی عبدالناصر بود. شما که همیشه میگویید خلیج همیشه فارس، من نمیدونم چرا از ایشون تعریف میکنید. دوما شما در حرفاتون میفرمایید که عربستان با طالبان و با داعش و اینا مخالفه، به اون اونا به عربستان ضربه میزنن. اگر یادتون باشه، شما که بیشتر از من حافظه دارید، کشورهایی که طالبان رو به رسمیت میشناختن عربستان، امارات و پاکستان بودن. عربستان اینا درست کرده. چگونه شما میگید که عربستان با داعش مخالفه؟ اگه یکی دو تا نمیدونم مسجد اونا رو بزده، که اینم اگه مسجد هم بوده کار خود عربستان بوده، برای اینکه نشون بده که با داعش داره خودشان میزنه. سوما شما در حرفاتون یه چیزایی میگید که دروغاش به این فلسفه نیست که معتقدید که دروغ هرچی بزرگتر باشه مردم بیشتر باور میکنن. در یکی از صحبتاتون گفتید آقای همدانیان که تو سوریه کشته شده، این به علت موشکای روسی بوده، اشتباهی خورده تو کله اون. این از کجا برخورد؟ یکی دیگه هم گفتید که ببین دوست من، از همون اول معلومه که شما انتقاد نمیخوای بکنی در مورد آقای همدانی. خوشبختانه دقیق بودن خبر من ثابت شد. روز اول اعلام کردم نزدیک 100 تا پاسدار کشته شدن و رژیم جمهوری اسلامی به مرور اینا رو اعلام خواهد کرد. خودتون متوجه نشدید در عرض 10 روز 70 نفر کشته رو اعلام کردن؟ تو 10 روز 70 نفر کشته شدن؟ نه، یک جا کشته شدن. موشک کروز روسیه به اشتباه به پایگاه زینبی خورده بود و بنده خبر نساختم، دروغ نبود. خبر از محل بود، از نیروهای مبارز سوریه بود در اونجا. اما دو مورد دیگه هم فهمید. در مورد جمال عبدالناصر من ازش تعریف نکردم، گفتم من طرفدار عبدالناصر بودم و حتی اینجا توضیح دادم با پدرم سر اون بحث داشتیم. پدرم که مصر رفته بود، درس خونده بود، میشناخت و به من میگفت تو چطوری عبدالناصر رو دوست داری که میگه خلیج عربی؟ چون پدر من و دکتر مهدوی دامغانی و حسن علیخان صاحب کلاری که بنیانگذار پانجرنیست بود، رفقای دبستان و دبیرستان و دانشگاه بودن. اون نگاهو داشت. اما من رو جوونی فکر میکردم مصدق ادامه عبدالناصر، ادامه مصدقه. کتابش رو ترجمه کردم، میگم اینا رو در 18 در 16 سالگی بود. ولی امروز بنده طرفدار عبدالناصر نیستم. سادات و مرد بزرگی میدونم که با صلح مصر رو نجات. در مورد داعش با طالبان فرق داره. بگذارید داستان رو براتون بگم. طالبان بقایای مجاهدینی بودن که با شوروی می جنگیدن. یه عدهشون مسلط شدن، اون مجاهدینی که وارد کابل شدن، آقای برهان الدین ربانی، سبقت الله مجددی، گلبدین حکمتیار، این جماعت بودن که بیلیاقتی ها نشان دادن که طالبان اومد. طالبان هم شاگرد مدرسه های دینی پاکستان بودن
همین مدارس جوربندی و مدارس مودودیه و غیره و غیره که تو پاکستان بوده. چون بن لادن با اینا بود، سعودیا برای پس گرفتن بن لادن و القاعده که خطر بزرگ براشون بود، طالبان تو پاکستان افغانستان بودن، بن لادن تو سعودی داشت انفجار میکرد آدم میکشت، آقای ترکی بن فیصل برادر سعود الفیصل که در اون زمان رئیس استخبارات بود پاشد رفت با ملا عمر در قندهار ملاقات کرد و گفت ما شما رو به رسمیت میشناسیم، 250 میلیون دلار هم بهتون میدیم در مقابل بن لادن رو به ما تحویل بدید و اون مجموعه شد. ملا عمر حاضر نشد، دخترش هم، دختر بن لادن هم گرفته بود، دامادش شده بود، حاضر نشد. سعودی ها نه تنها ارتباط رو قطع کردن، بلکه جز اولین کشورهایی بودن که با امریکا همکاری کردن برای زدن طالبان و القاعده. همیشه هم تارگت نامبر وان القاعده و داعش بودن، مساجد هم خودشون منفجر نکردن. این کارا کار جمهوری اسلامی که حرم حضرت رضا رو منفجر میکنه میگه مجاهدین کرد. این دولت ها نمیرن از این کارا خودشون بکنن، چون کشورها رو شما نمیشناسید، سیستم اجتماعی و نوع زندگی اجازه به چنین کارا نمیده، چنین کارهایی زود رو میشه، اجازه نمیدن همچی کارهایی صورت بگیره. بنابراین شما اشتباه در این زمینه میکنید و داعش همونطور که آقای بغدادی اعلام کرده، سعودی و حکومت سعودی رو بزرگترین دشمن خودش میدونه. به همین دلیلم ضربه های سنگینی زده، حالا مسجد ها فقط نیست، همین ولیعتش رو خواست من بکشن دیگه، بالاترینش بود که بمب خودش بس رفت تو اتاق منفجر کرد. تبلیغات جمهوری اسلامی زیاد صادقانه نیست. هموطن بعدیم، سلام دوباره به دوستان ایران فردا. من فقط خواستم بگم که ما اگه از شبکه شما ایراد میگیریم به این علتی که شبکه شما رو میبینیم، زیاد هم میبینیم و به دقت هم میبینیم و شبکه های دیگر رو نمیبینیم، به این دلیل هست که اگر ایرادی میگیریم. من میخواستم در مورد این در واقع آقای اینطوری کنید بگم، این کسایی که حالا چه برنامه اجرا میکنن، چه متن رو مینویسن، چه دوستان مهمانان برنامه، به طور کلی خب کاملا مشخص است ما ایرانی ها تو این کار هنوز خیلی غیر حرفه‌ای و به قول معروف آماتور هستیم. دیشب صحبت های دوست عزیز آقای پیمان عارف رو نگاه میکردم، ایشون دوست 8 دقیقه آخر، 9 دقیقه آخر برنامه شون چیزی حدود 18 بار کلمه به واقع رو استفاده میکنه. سبک استفادهش اینجوریه که هر مثلا حدود 30-40 ثانیه به فاصله 7-8-10 ثانیه دو دفعه پشت هم میگه. خب این مثلا مثال میزنم برای کسی که هفته یه بار تو مدیا هست، خب چیز جالبی نیست، چون باید یه بار صدای خودش رو گوش کنه. یا برای مثال از اون حالا مشکل آقای اون آقای عباس زاده که چند تا گاف در واقع چی داشت و اون مسئله جستار و جستار حالا یه نمونهش بود. باز تو برنامه آقای فرمین سخن، ایشون ما نباید که به هر حال ادبیاتمون رو به سمت ادبیات هیئت حاکمه ایران بره. من برنامه روز که شنبه صبح تکرارش پخش شده رو دارم میبینم، بامداد شنبه میبینم تو 5 دقیقه ایشون یه بار مخاطب احمد میگه، یه بار مخاطب میگه مثل خری که در جل مونده. خب این درست نیست، یعنی این آخه لحن و ادبیات کسی که داره برای یک برنامه تلویزیونی مطلب می‌نویسه باید باشه و فکر نمی‌کنم درست باشه. حالا باز دو سه دقیقه بعدش هم یه کلمه نه چندان مناسب دیگه هم استفاده کردن، ولی این دو تاشون خیلی مستقیم خطاب به مخاطب استفاده کردن. من راجعش صحبت کردم. این که در کل معتقدم که موادی از این دست هست، برنامه‌ها هست، شما که برنامه‌تون اینقدر خوبه و کلیت برنامه ها اینقدر درسته، ای کاش این جزئیات رو هم حالا یا کسی رو بذارید در بازبینی برنامه ها، یا اینکه نمیدونم اگر که حالا بشه در جهت این اشکال های اینجوری رو هم کم کم به طرف رفعش برید. موفق باشید. خدا نگهدار. ممنونم دوست من. اولا آقای پیمان عارف هر هفته تو برنامه نیستن، ایشون به عنوان یک
کارشناس باشون مصاحبه میکنن، اظهار نظر میکنن. به واقع این هموطنان آذری زبان من، ترک زبان من که اقوام خودم هم هستن، گاهی اوقات تأکیداتی روی کلمات دارن خیلی هم زیباست، مثل به واقع یا در واقع یا به واقع. آقای پیمان عارف هم اینو میگه، هیچم بد نیست. یا درباره جستار و جستار، خب یه بار تذکر داده میشه، همکار من هم خیلی تشکر میکنه و اون رو تصحیح میکنه. اینا در واقع در یک برنامه تلویزیونی روزی 8 ساعت برنامه، دو نوبت هم تکرار میشه، گاهی پیش میاد. من خودم اینجا اومدم براتون گفتم یکی از گوینده های من چه گافی کرده بود. تمام تلاشم اینه که برنامه رو همه رو ببینم قبل از پخش، یا دوستانم همکاران ببینن، ولی گاهی هم پیش میاد دیگه. شما به لطف خودتون ببخشید، ولی تذکر بدید به من، بگید که دقت بیشتری مبذول بکنیم. بسیار ازتون ممنونم. راجع به فهمیم سخنم، شما اون کانتنت برنامه یا داخل برنامه، در اون محتوا و فرمت برنامه طنزه. اگر زمانی واژگانی به کار میره که معلومه تو برنامه تفسیر خبری و برنامه من به کار نمیره، اون به خاطر قالب طنز برنامه است و هرگز ایشون خطاب به بینندگانشون اینا رو نمیگن. ایشون از زبان مثلا حسن به حسین گفتن، یا فلان روزنامه اینو بیان کرده، یا فلان شخصیت نظام اینو گفته، ولی هیچ وقت ایشون خطاب به بینندگانش که بسیار اونا رو دوست داره چنین واژگانی رو به کار نمیبره. ممنونم دوست من. بشنویم حرف های بیننده دیگری را. با سلام خدمت دکتر علیرضا نوری‌زاده و با تشکر از برنامه بسیار خوبتون. آقای دکتر نوری‌زاده، با خدمتتون عرض کنم که با توجه به این 37 سال تجربه مردم جهان از این حکومت اسلامی، دیگه باید متوجه شده باشند که این حکومت اسلامی و حکومتی که آخوند رو ازش نمیزنن چنون حکومتی است. حکومتی سرشار از فساد مالی، حکومتی است که رهبر اون بسیار دزدی و چپاول غارت می کند و مردم کلیه و قرنیه و چشم و غذا و جوارح بدن رو می فروشند. با تشکر از شما سپاسگزارم دوست من. نمیدونم چیزی من میتونم بهش اضافه کنم یا نه، ولی در حال درد دلی داشتید از آنچه در خانه پدری میگذره. بیننده بعدی. سلام و درود با آقای نوری‌زاده عزیز و نازنینم. من مادر همان دختری هستم که گفتم ساز سنتور میزنه. حرفایتان به شدت به دلم نشست، کلی دلم را شاد و امیدوار کرد. میخواستم بگم متاسفانه من در انگلیس زندگی نمی کنم، در حومه شهر کلن در آلمان هستم. لطف و محبتتون از خانواده ما دریغ نکنین. هزار بار دوستتان داریم. خدا حافظتون. سپاسگزارم بانوی گرامی. ممنونم، خوشحالم این حرفا تأثیر گذاشت روی دختر شما. امیدوارم کارشو ادامه بده و اگر لطف بکنه تکه هایی رو نواخت آماده کرد برای ما بفرسته که ما تو برنامه تلویزیون رو پخش کنیم. ممنونم عزیزم. هموطن بعدی. آقای نوری‌زاده، باید الان که موضوع این دیمونستریشن 9/11 و اظهارات آقای ترامپ هستش، بلافاصله به آقای ترامپ و کمپین ایشون یادآوری بکنین که اون مردم ایران بودن، نه دولت ایران، مردم ایران بودن که رفتن روی طاق خونهشون شب از همه زودتر برای امریکایی‌ها سمپاتی کردن و تمام دنیا اینو دیدن و الان هم تلویزیون ها کلیپاشو دارن. تماس بگیرید با آقای ترامپ آفیس، این کلیپ ها براشون معین بکنید، بذارید آقای ترامپ بیاد بگه که ایرانیان امریکن لاور ایران not the government، باید امفسایز بکنه که not the government، the Iranian people were the first who held the vigil, candlelight vigil in the rooftop. Thank you. ممنونم. من حالا زیاد فکر نمی کنم آقای ترامپ
شانسی برای ریاست جمهوری داشته باشه. اما حرف بدی نیست، هموطنان ایرانی من که توی امریکا هستن کپی های این ویدیو رو، اون مردم زیبا در میدان محسنی با شمع و عشق، اونو براشون بفرستم. من یادمه چه تأثیری اون زمان رو خود آقای جورج بوش گذاشته بود. من رفتم بعد شیکاگو و واشنگتن و کسانی رو دیدم از سناتورها و از مسئولان وزارت خارجه و چقدر تحت تأثیر قرار گرفته بودن. چیز عجیبی بود. هموطن بعدی. الو سلام علیکم. یه سوالی از آقای نوریزاده داشتم. فاصله بین دمشق با حلب چقدره؟ و اگر این زینبیه در دمشق باشه، آخه این پاسدارای ما در حلب کشته میشن، این چه جوریه؟ این برای من واقعا یه مسئله است. اگه توی یکی از این گفتارهایی که ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اروپا دارند که من گوش میکنم، معمولا یه صحبتی راجع این بکنم. تشکر میکنم. مرسی. البته من همینطور که میبینید یه برنامه ویژه دارم برای پاسخ به سوال های شما، بنابراین در این برنامه به سوال شما پاسخ میدم. ببینید دوست عزیزم، و زمانی که جمهوری اسلامی به سوریه رفت، اون اول شاید این بهانه که ما داریم یه افرادی میفرستیم داوطلب که از حرم قدسی حضرت زینب حمایت کنند و حضرت رقیه و نفیسه و غیرال نفیسه که قاهره است، از همین دختران ائمه اولش این بهانه رو می آوردن، چون یه مقدار حملات روی دمشق متمرکز بود. بعد که اینا تو قلمون و حلب و حما و جاهای دیگه دیده شدن، خب طبیعی است با 400 کیلومتر فاصله با دمشق، 700 کیلومتر فاصله، معلوم بود که این ادعاها بی اساسه. و همه معلوم میدونن جمهوری اسلامی به این دلیل تو سوریه است. درست آقای خامنه‌ای میگه بشار مثل پسر پنجم منه، یعنی در واقع پسر پنجم منه، اما جمهوری اسلامی در سوریه است به خاطر حزب الله، نه به خاطر سوریه. والا مرز امنیتی ما سوریه نیست، اون شریط یا در واقع اون بافرزونی که میگن، اون منطقه فاصل و حائل که حصار امنیتی ماست در عراق، 40 کیلومتری مرزمون. داعش بیاد اونجا ما باید وارد عمل بشه، ولی سوریه نیست. منتها در سوریه همونطور که گفتم اینا دنبال مسئله دیگه هستن، و اون این که راه ارتباطی با حزب الله در دستشون باشه. حزب الله تا امروز 25 میلیارد دلار برای ملت ایران خرج برداشته و سالانه الان نزدیک 1 میلیارد بودجه از گلوی شما. امروز در جنوب لبنان 10,000 خانه ساختن برای افراد حزب الله، مدرسه ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها، سینما ها، همه برای افراد حزب الله. 11,000 موشک جمهوری اسلامی به حزب الله داده، از موشک های کوتاه، خمپاره انداز ها، ایران 110، ایران 130، شاهین، اینا همجوری داده تا فجر 5 و فجر و نازعات و غیره. پس میخواد حزب الله رو نگه داره. حزب الله یه آچار دستش، آچار فرانسه است. از برکت حزب الله میتونه انتخابات ریاست جمهوری لبنان رو فلج کنه، میتونه باجگیری کنه، میتونه از امریکا باجگیری کنه. فردا سوریه را از دست داد، حزب الله هم از بین رفته. من سرنوشت حزب الله رو با بشار اسد با هم رفت میدم و بعد سرنوشت نظام رو به سرنوشت اینا. مسلم بعد از سرنگونی اسد سرنگونی حزب الله رو هم خواهیم دید. هیچ حکومتی در سوریه آینده به جمهوری اسلامی مجال نخواهد داد از خاک سوریه اسلحه برای حزب الله برسونه. همین چند روز پیش، 2 روز پیش، هواپیماهای اسرائیلی کاروان رو زدن، اسلحه جمهوری اسلامی رو از راه سوریه برای حزب الله میبرد. حزب الله بعد از سرنگونی اسد شیر بیال و دم و اشکم خواهد بود.
اسرائیل نفسشو میگیره و اونم نمیتونه از جای اسلحه تامین کنه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه اسلحه ببره. از راه دریا هم نمیتونه چون اسرائیل میزنه. امریکا میزنه. بله، منتها ما باید این هزینه سنگین رو بدیم به خاطر عشق ولایت به سرباز راه اسلام آقای حسن نصرالله. میشنویم هموطن بعدی. سلام آقای نوزداده. امروز چهارشنبه 25 نوامبر برنامه تون رو نگاه میکنم، تو قسمت دوم برنامه تون راجب آقای عراقچی داریم پخش میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع. اگه لطف کنیم، چون میدونم شما ریسورساتون زیاده، لطف کنیم بگیم که این داستان از کجا شروع شد که ما حرف که میخواستیم بزنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردیم که اینا میکنن یا یه بشون میکنن. به هر حال من سعید کریمی هستم از لس آنجلس. خیلی ممنون، خداحافظ. دوست من آقای کریمی عزیز، بسیاری از ما در گذشته قبل از انقلابم میگفتیم به نام خدا، عادت داشتیم تو کتابای درسیمون به نام خدا، به نام خداوند بخشنده مهربان. یادتونه که ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم بود و این در زبان و فرهنگ ما بوده. قبل از اسلام هم در آیین زرتشتی و آیین مهر به نام مهر و به نام زرتشت، به نام خدا، به نام آفتاب، اینا چیزهایی بوده که در وکبلری ما، در فرهنگ لغات ما و فرهنگ دینی ما حضور داشت. بعد هم گفتیم به نام خدا. به نام خدا هنوزم بعضیا میگن. در زبان عربی بیشتر کسانی که مثلا تو مصاحبه تلویزیونی با من میان، حتی بعضا آدمایی هستن که مذهبی هم نیستن، بسم الله الرحمن الرحیم میگن. هم عادت شده، جزء فرهنگ شده. تو ایران هم اینجور، اینا اومدن متو چه اینا تظاهر میکنن بسم الله شون هم دروغه. اونم از صمیم دل و واقعی نیست. بنابراین تصور بکنید که به نام خدا چیزی بدی نیست. به نام خداوند من با به نام او خداحافظی میکنم. همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم. قشنگه ها، پروردگار عاشق. پروردگار عاشق بندشه. این درفش و سیخ و جهنم و اینا همه ساخته ذهن معلول آخونداست. به پایان رسیدیم. من که سیر نمیشم، دلم میخواد هنوز در خدمت شما باشم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت همین جا. همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم.